به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 58 و مضمون ریاضی سنف نهم. در این درس ما و شما رابطه میل خط مستقیم و تانجانت زاوی میل آن را میخوانیم که چگونه هست یعنی اگر یک جای خواسته باشیم میل یک خط را دریافت کنیم و به می ترتیب اگر زاوی بر از او خط داشته باشیم بعد تانجانت از او دریافت کنیم چگونه خواد بود؟ یعنی ما شما یک مایل را دریافت کنیم و به همین ترتیب تانجانت یک زاویه را دریافت کنیم آیا با هم دیگر اینا رابطه می داشته باشند و یا خیر در ابتدا می یک موضوع بر شما بگویم که وقت شما مایل را دریافت میکنین با خود زاویه که در نظر بگیرین یک بحث بسیار اندک با اصطلاح ظریف در دا وجود داره بحث ظریف مای قسمی هست که در قسمت دریافت مایل مایل یک عدد هست و ای عدد از کجا بدست می آید؟ ای عدد از نسبت تانجانت بدست می یعنی شما اگر یک زمان تانجانت یک زاویه را دریافت کردین او میشه میل همو خط مستقیمی که شما دارید ولی یک زمان اگر خود زاویه را داشته باشین زاویه را خوب باز به با درجه اندازه گیری میکنیم یعنی اگر شما یک زاویه 45 درجه داشته باشین میل از این مساوی به 45 نیسته بلکه زمانی که تانجانت 45 درجه را دریافت کردین هر قیمتی که بعد است آمد میل اونمو قیمت تانجانت زاویه 45 درجه است که مساوی به عدد یک میشه مایل را شما میشه به عدد نشان بتین میشه مایل را به اشاری نشان بتین میشه مایل را به نسبت نشان بتین میشه مایل را به فیصد نشان بتین ولی خب زاویه را میفهمین که به صورت معمول ما شما به درجه نشان میتیم بعد به ترتیب به رادیان و به همین ترتیب به گراد هم میشه ما شما نشان بتیم خب پس به این ترتیب خود زاویه و میل زاویه از همدیگر قیمتش فرق داره و موضوعش هم متفاوت هست رابطه میل خط مستقیم و تانجانت زاویه میلی آن ببینید در اینجا گفته میل رافعه به چی بستگی دارد یعنی این جغرافه وجود داره که یک نفر به این طرف شده یک نفر به این طرف مثلا ششته بعد در این جمعی رافعی که وجود داره گفته مایل ازی بستگی به چی داره طبعا مایلش بستگی به زاویه ای داره که با افق چی میکنه تشکیل میکنه خط افق هم در اینجا برای شما به صورت خطوط منقطع رسم کرده پس به این ترتیب هر قدر که زاویه بزرگتر شده بره طبعا قیمت مایل هم بزرگتر میشه هر قدر زاویه کوچکتر شه طبعا مایل هم چی میشه کوچکتر میشه که البته استفاده مایل را بیشتر در جایی که شما سرکار دارین که خیلی عادی هست در سرک هاست مثلا اگر جایی سرک خیلی سرپاینی داشته باشه میگه مایل سرک خیلی زیاد هست یا اگر جایی سرک سرپاینیش کم باشه میگه مایل سرک مثلا کم است و یا سرک کاملا افقی باشد باز میگم سرک اصلا مایل نداره که البته اینا باز مایلای های طولی هست میتونه میل جانبی هم داشته باشه یک جایی که مسیر ما شما تغییر میکنه در قدمو هم نشانده اینده یک مایل هست که به اصطلاح در مسیر تغییر به وجود آمده حالا فعالیت ما شما داریم گفتن نقاط C یک و سفر سفر و a را روی مستوی کمیات وضعیت نشان دهید مسلسه که رأس های آن نقاط فوق و ذکر می باشد چی نوع؟ مسلس هست بیاین که یک بار روی مستوی کمیات وضعی رسم بکنیم بعد ببینیم که مسلس مورد نظر چگونه می باشه ابتدا مختصات قایم را رسم میکنم یا مختصات دکارتی بگویم رسمش میکنیم بعد به می ترتیب سمت چپ و سمت راست و به می ترتیب طرف بالا و طرف پایینی را نشانی میکنیم که به محور x از منفی لایتنایی تا به مثبت لایتنایی محور y از منفی لایتنایی تا به مثبت لایتنایی است خب پس به این ترتیب آل ما و شما در اینجا نقاط را نشانی میکنیم یک دو سه چار پنج و شش به همین ترتیب یک دو سه چار پنج شش به همین ترتیب یک دو سه چار پنج به همین ترتیب یک دو سه چهار، پنج وقتی شما این فاصله ها را جدا میکنین تمام تلاشتان را انجام بتیم که فاصله ها باید مساوی باشند و با استفاده از خطکش اگر جدا شده و خیلی زیاد باز خوب میشه قیمت ها را نوشته میکنم همین ترتیب سمت راست را و سمت بالا را به همین شکل البته سمت چپ را بالا می منفی به این ترتیب منفی سه و منفی چهار و منفی پنج و سمت پایینی که محور وای هستم با علامه منفی با اصطلاح نوشتمش خب پس در این جال ما شما نقاط را دریافت میکنیم نقطه سی اکسش یک است وایش صفر هست نقطه سی که ما و شما داریم اکسش یک است وایش صفر است پس همین نقطه سی میشه نقطه سی اکس یک وای صفر که به این ترتیب ما شما داریم نقطه بی اکسش هم صفر است وایش هم صفر هست و نقطه A اکسش یک است وایش چند است وایش سه هست x یک و y سه به این ترتیب ما شما x را یک داریم y را مساوی به سه داریم که به این شکل به اصطلاح نقطه شکل میگیره یا بگیم به اصطلاح تشکیل میشه که این نقطه B بود x سفر y سفر و نقطه A x یک y سه گفته چی نوا مثلث در اینجا شکل میگیره به یک مسلس هم رسم بکنیم ببینیم که چی و مسلس در اینجا میتونه شکل بگیره می نقاط را با هم دیگر وصل میکنیم به این ترتیب این نقاط را با هم وصل میکنیم و به ترتیب مسلسی که شکل میگیره طوری که شما هم میدانید مثلث قایم و زاویه هست که در اینجا این زاویه که در نقطه یک محور اکس تشکیل شده زاویه چیست؟ است؟ زاویه درجه است. خب چی نوه مثلث است مثلث خواهی و است میل خط ای بی را به دست آورید اگر ما و شما بخوایم میل خط ای بی را به دست بیاریم میفهمیم که میل مساوی است نسبت وای دو منفی وای اک بر اکس دو منفی ایکس اک. نظر به چیزی که ما شما از قبل خواندیم یعنی میل به اصطلاح یک،, یک خط مستقیم از نسبت وای دو منفی و اک بر اکس دو منفی ایکس یک اک بدست میاد اک. گفتم معادله خط B را به شکل Y مساوی به MX جمع H بنویسید البته نام از این خط را نام خط B گذاشتن که AB هم می Y مساوی به چی است؟ MX جمع H در صورت که ما شما مایل را دریافت کنیم مایل مساوی است به Y2 منفی Y1 بر X2 منفی X1 پس این مساوی است به Y2 ما شما قیمتش چند است؟ 3 Y1 ما قیمتش چند است؟ 0 منفی صفر مایس چند میشه؟ مساوی با خود سه میشه x2 منفی x1 به ترتیب برای البته نقطه که ما و شما در اینجا داریم ای اگر نقطه اولی باشد یعنی نقطه یک در نظر بگیریم میرم نقطه دو در نظر میره به خط مستقیم ما و شما y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 دریافت کردیم x y2 البته سه بود که به ترتیب و 1 0 بود حال x2 چند است x2 به اصطلاح 1 است و x یک چند از صفر هست پس یک منفی صفر هم مساوی به خود چه میشه یک میشه جواب مایل مساوی به چند بدست مساوی به سه بعد است آمد حال گفته به شکل عمومی معادله خط مستقیم وای مساوی به mx جمع h نوشته کنین معادله را که شما دارید در اینجا ببینین ما قیمت m را مساوی به چند داریم مساوی به سه داریم یک بحث بود که دریافت کردیم پس به این ترتیب وقتی قیمت h را دریافت میکنیم قیمت h در اینجا تقاطو با محور وای هست که البته خط بی ما و شما محور وای را در نقطه سفر صفر قطع کرده بنان تنها خود البته محور وای اگر در نظر بگیریم در نقطه سفری قطع کرده بنان پس اش مساوی به سفر میشه در نتیجه شکل مادلی زی وای مساوی به mx اکس جمع اچ که هست قیمت m را ما شما سه داریم که سه اکس جمع قیمت اچ را سفر داریم پس y در نتیجه مساوی با 6 بدست میه. که اگر شما در این قیمت ها مطمئن نبودین که آیا درست هست و یا درست نیست باز در این صورت میشه که به اصطلاح قیمت نقاط را دریافت کنی x باشه و y باشد. در صورتی که ما x را صفر بگیریم ببینیم قیمت y چی میشه x 0 y هم صفر میشه 3 ضرب 0 y هم مساوی با صفر. اگر قیمت x را یک در نظر بگیریم 3 ضرب یک مساوی با سه میشه. که به این ترتیب پس ما و شما هر دو نقطه را دوباره دریافت کردیم بناهن y مساوی به 3x معادله ای خط مستقیم بوده میتونه که به این ترتیب ما و شما دریافت کردیم آل در فعالیت بحث دیگه ایره که برای ما و شما گفته گفته تانجانت ای را به دست آورید چی رابطه با میل خط بی دارد تانجانت ای را اگر ما و شما به دست بیاریم ببینید در اینجا مایل را دریافت کردیم ولی تانجانت هم دریافت کدام زاویه را گفته؟ البته در اینجا تانجانت ایر از ما و شما گفته دریافت کنیم که با میل چی نسبت میتونه داشته باشه ولی در حقیقت اگر ما و شما با محور افقی در نظر بگیریم باید تانجانت بی را دریافت بکنیم ببینید در اینجا در حقیقت با چی دریافت کنیم تانجانت بی و تانجانت بیره وقت دریافت کنیم زول مقابل ما و شما به اندازه چی است به اندازه سه واحد است یک دو سه و زول مجاور ما به اندازه یک واحد است پس جوابش میشه تانجانت بی مساوی به سه بر یک و مساوی به سه میشه و اگر تانجانت ای را دریافت کنیم طبعا تانجانت ای ما و شما بر این زاویه وقت در نظر بگیریم زول مقابل بر وطر البته زول مقابل بر زول مجاور مساوی به یک بر سه میشه که به این ترتیب بر شما باید نظر به شکلی وجود داره تانجانت زاویه بی را گفت. گفتد دو نقطه کیفی روی خط بی را در نظر بگیرید با داشتن مختصات این نقاط میل خط را پیدا کنید آیا برابر آیا برابری میل خط با تانجانت بی دیده می شود و یا خیر در این قسمت باز بر ما شما درست گفته اما مشکلی که در قسمت تانجانت ای وجود دارد فرق نمی کنه اگر ما شما قیمت تانجانت ای را دریافت کنیم او برعکس البته قیمت مایلی که در اینجا ما شما داریم دریافت میشه یعنی در حقیقت بگوییم یک کار اضافه ما و شما در اونجا کردیم ولی وقت تانجانت بی رو دریافت کنیم میبینیم که با مایلی که قبلا دریافت کردیم مطابقت داره که و در اصل هم در شماره بعدی که در آخر برای شما گفته هم تانجانت بی امو اصل هدف ما شما است پس از این فعالیت ما و شما چی نتیجه رو میتونیم بگیریم گفته فعالیت بالا نشان میدهد که مایل خطی که با محور x زاویه حاده را میسازد برابر است با تانجانت زاویه بین خط و جهت مثبت محور X که ما شما میتونیم دریافت کنیم پس میل خط مستقیمی که با محور X زاویه ها در بسازه مساوی با تانجانت امو زاویه هست که در معادله Y مساوی با x جمع H M مساوی با تانجانت زاویه B میشه نظر به این نامگذاری که ما شما انجام دادیم M مساوی با تانجانت زاویه B در کتاب شما زاویه A نوشته کرده A برعکس تانجانت بدست خود تانجان بدست نمید. حال مثال اول را داریم ببینیم در مثال اول از ما و شما چی خواسته و کدام مسئله را گفته به اصطلاح گفته خط مستقیم دلتا محور وای را در نقطه 4 قطع می کند و با جهت مثبت محور ایکس زاویه 45 درجه را میسازد چطور میشه در یک مختصات قایم ما و شما این رقم یک زاویه رسم کنیم در کدام نقطه گفته قطع می کند در نقطه 4 بعد با جهت مثبت محور ایکس زاویه چند درجه را میسه 45 درجه یعنی یک مثلث متساوی ساقین شکل میگیره بنا پس از نقطه 4 محور ایکس باشه برای محور البته محور وای در نقطه 4 باشه در محور ایکس هم نقطه 4 هست اما به سمت منفی چون زاویه هادی ما شما در جهت مثبت محور ایکس است به این ترتیب پس ما یک خط مستقیم را میشه رسم بکنیم که این خط مستقیم ما چه خصوصیت میتونه داشته باشد ببینین که در این چطور میشه پس یعنی زاویه ما چند درجه است زاویه ما 45 درجه است وردو زاویه با اندیگر مساوی است زاویه سمت بالا 45 درجه است ببینین در اینجا من میخواهم با مرکز سیاه نوشته کنم که زاویه 45 درجه خوب برای شما فهمیده شود بایتید خب پس با جهت مثبت محور ایکس زاویه 45 درجه را میسازد معادله خط دلتا را بنویسید امی خط مدلش چه نام داره یا ای خط چی نام داره؟ دلتا نام داره اگر تانجانت 45 درجه مساوی به یک باشد که به این ترتیب ما و شما تانجانت 45 درجه را وقتی مساوی به یک در نظر بگیریم که تانجانت 45 درجه مساوی به یک هم میشه میشه با استفاده از معادله عمومی خط مستقیم ما و شما شکل معادله را به دست بیاریم و یا بگیم که حاصل بکنیم معادله عمومی خط مستقیم چگونه بود؟ ببینید در اینجا میخوایم نوشته کنیم که معادله می خط مستقیم وای مساوی است به ام اکس جمع اچ این e شکل عمومی معادله خط مستقیم است و ام مساوی به چی است؟ ام مساوی به تانجانت زاویه تتا است که در اینجا تانجانت 45 درجه میشه و مساوی به یک است پس m مساوی به عدد یک است یا بگیم میلی خط مستقیم مساوی به یک است ولی اگر زاویه را در نظر بگیریم زاویه مایل زاویه 45 درجه است خب پس به این ترتیب قیمت h از کجا بعد است میه از تقاطع با محور y محور y در نقطه چند قطع کرده در نقطه چار. بینان قیمت h ما و شما مساوی به چند هست مساوی به چار هست پس به این ترتیب y مساوی است با mx جمع h پس y مساوی است قیمت m ام ما یک هست یک ضرب x x جمع h هم قیمت چار است پس x جمع چند میشه جمع چار میشه بینان y مساوی است با x جمع 4 شکل معادله خط مستقیمی که نام مای خط مستقیم را ما شما چی گذاشته بودیم دلتا گذاشته بودیم بنا این معادله خط مستقیمی را که ما شما بر دلتا داریم به اصطلاح خود معادله به او شکل نوشته میشه وای مساوی است به x جمع 4 بر کدام خط مستقیم بر خط مستقیم دلتا که ما شما در اینجا به دست آوردیم پس به این ترتیب ما شما سوال اول خود را حل کردیم و با استفاده از شکل عمومی معادله خط مستقیم به می ترتیب ای که مایل یک خط مستقیم را میشه توسط نسبت مسلساتی تانجانت زاویه را که تشکیل کرده خصوصا زاویه هاده را که تشکیل کرده میشه ما شما با استفاده از تانجانت قیمت مایل را دریافت کنیم او را تانستیم دریافت کنیم بنابراین پس معادله خط مستقیم وای مساوی به mx جمع h قیمت ام را با استفاده از تانجانت زاویه تشکیل شده دریافت میکنیم قیمت h را با استفاده از تقاطع خود خط مستقیم با محور وای میتونیم دریافت کنیم در نتیجه برای هر خط مستقیمی که ما شما خواسته باشیم با استفاده از است تقاطع با محور وای و به همین ترتیب مایلی که از روی نسبت مثلثاتی تانجان دریافت میشه میشه بسیار به سهولت ما شما معادله خط مستقیم را تشکیل بکنیم و یا بگوییم که به اصطلاح معادله خط مستقیم را بدست بیاریم پس به همین ترتیب درس امروز ما و شما در همینجا به پایان میرسه بقیه موضوعات درس را در درس های بعدی خود مطالعه میکنیم تا یک درس بعدی از ریاضی صنف نوم همه شما را بزرگ به خداوند بزرگ نیاز میسپارم شاد و موفق باشید